بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی سلام، شب روزتان بخیر. در راستای تحقق عدالت در افغانستان عزیز ما، در افغانستان زخمی و مظلوم، در افغانستان در کشیده، از صاحب نظران عرصه سیاسی در هر حوزه علمی که حضور دارند، در حیفای قومی، زبانی، تباری، نژادی و ایدولوژیکی، از همه و همه می خواهیم بپرسیم که افغانستان به کدام سمت سو میره؟ وضعیت موجود در افغانستان مطلوب هست یا خیر؟ اگر نیست، الترناتیف و جایگزین حکومت های استبدادی، تک حزبی، تک قومی، تک زبانی، تک تباری و تک ایدولوژیکی چی هست از لحاظ علمی و بار فرهنگی؟ مهمان مرکزی ما دکتر صاحب نور خالدی، نور احمد خالدی میبخشید، و جناب نظری به عنوان کارشناس، جناب رؤوف کوهستانی به عنوان گرداننده در خدمت شما هستیم. بنده با اندک کسالت در کنار شما شنونده برنامه هستم. جناب کوهستانی عزیز، برنامه در اختیار شماست. خواهش میکنم، سلام عرض میکنم. من هم خدمت شما جناب زرابی عزیز، خدمت مهمانان عزیز برنامه، دکتر سیب خالدی و جناب نظری بزرگوار، و همچنین خدمت بینندگان عزیز برنامه، مخصوصا جوانان عزیز کشور ما که مخاطبین اصلی برنامه هستند، به اونا سلام عرض میکنم. و از بینندگان عزیز میخوایم که مشارکت بکنن طبق معمول در این برنامه ها و سهم بگیرن با ابراز نظر روی موضوع برنامه. ما فقط امیره حالا پیشا پیش عرض بکنم بر بینندگان عزیز که در این برنامه ها مهمی نیست که کیها حضور دارن و اونجا ابراز نظر میکنن، شما باید ببینین که چی میگن مهمانان برنامه و راجع به افکار و نظریات اونا ابراز نظر کنین. از این طریق ما میتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم، همشنوی بکنیم. ولی اگر ما مسائل را به اشخاص ربط میدیم و اشخاص را با نظرشان همسان میکنیم و بعد مورد هجمه قرار میدیم، ما هیچگاه به یک جامعه سالم نمیرسیم. بنابراین حالا با این را فقط من عرض کردم، چون ما در رسانه به همین مشکل را داریم که همیشه به اصطلاح وقتی از نظر یک کارشناس یا یک گوینده خوش ما نمیه، به شخصیتش حمله میکنیم و این یک ضعف است که جوانا نباید گرفتار از این شوند. اگر در گذشته ما همچون حالا روشی را داشتیم، ناسالم بوده، ناسواب بوده، باید در آینده ما نداشته باشیم. مخالفت با ابراز نظر هر کسی بسیار هم درست است، ولی مخالفت با اشخاص و افراد کار ناپسند و ناشایسته است. حالا ما به خاطر یک برنامه را به اصطلاح این گونه پیش میخوایم ببریم که در طول دو نیم سال گذشته که حالا حاکمیت افغانستان به یک شکل تغییر کرد و گروه طالبان حاکم شدند، طبق معمول انتظار مردم از به اصطلاح حاکمیت، حتی حاکمیت هایی که به شکل کودتایی یا غلبه، حالا هر چیزی که خود طالبان به شکل غلبه اسمش گذاشتن، به این شکل یا هر شیوه که به اصطلاح تغییر بکنه، در اونجا انتظار مردمی است که نظام جدید یا حاکمیت یا رژیم جدید به یک شکل برنامه هایش بر مردم یا همون خط مش اصلی سیاست هایش بر مردم بیان بکنه، در حالی که در حکومت حالا حاکمیت طالبان چنین چیزی در دو نیم سال گذشته دیده نشده. رهبر طالبان هنوز از انظار عمومی غایب است و هیچگاه حاضر نشده به سوال والا خبرنگاران یا کسایی که در رسانه هستن یا افراد عادی جامعه با اونا گفتگوی متقابل انجام بده، و سخنگوی های دولت هم هیچگاه به روشنی در مسائل اصلی جامعه یا خط اصلی حکومت چیزی نمیگن. همیشه نوع ابهام هست و نوع به اصطلاح پاسخگویی اصلا وجود نداره، و سایر به اصطلاح کسایی که در مناصب حکومتی گماشته شدن، اینا هم به یک شکل نه خودشان میدانن چی میکنن و نه مردم میفهمن. آنچه در دستگاه تبلیغاتی حاکمیت جدید نشر میشه، به یک شکل
نشان میتن از پاکاری تونل سالنگ یا کنترل نرخای شاروالی، اینا مسائل تبلیغاتی است و هیچگاه فلسفه حکومت پشتش وجود نداره. بنابراین ما با همین، حالا چون مقدمه بسیار طولانی نشوه، یعنی بحث ما بر سر چرایی است، نه اینکه حالا ما صرفا بیم هر آنچه هست خوب همه میبینن در رسانه ها دیده میشه. ما به علت از اینکه چرا حاکمیت طالبان مسئله پاسخگویی به مردم و ترسیم یک چشماندازی که مردم باید بدانند چی بر سرشان خواهد آمد یا در آینده نزدیک یا بلند مدت به چه سرنوشت حالا خواهند رسید، ای را چرا نمیگن؟ بنابراین با همین موضوع میخوایم که دکتر صبح خالدی نظر خودشان را در این رابطه بیان کنند. در ادامه در خدمت جناب نظری هستیم. تشکر. بفرمایید خالد صبح محترم. تشکر کویستانی صاحب، تشکر از محترم زرابی که مرا دعوت کردن در این برنامه. اوضاع افغانستان ما از چند لحاظ باید در نظر بگیریم. من اینجا یک چند یادداشت پیش خود همین چند لحظه قبل که اینجا ساعت 6 صبح است به وقت استرالیا بیدار شدم، یادداشت کردم که بتونم بالا از صحبت کنم این چند نکته را. ما اوضاع افغانستان از چند نظر من میخوایم در اینجا صحبت کنم. یکی از نظر بحران بشری، وضع مردم چطور است؟ با این اوضاع مردم چگونه معامله صورت گرفته، چگونه برخورد صورت گرفته؟ دوم، حقوق بشر در افغانستان، که در حقوق بشر البته موضوع حقوق زنها و دخترها خوب در مقام اول قرار داره. موضوع حقوق مردم، حقوق مدنی مردم، حقوق سیاسی مردم، سهمگیری مردم در دولت، قوانین، وضع قانون، حکومت قانون، این مسائل مطرح است. موضوع سوم، موضوع خطر تروریسم چگونه است در افغانستان. این موضوعی است که نه تنها برای خود مردم افغانستان مهم است، بلکه برای منطقه‌ای که ما در زندگی میکنیم، در مردم افغانستان زندگی میکنه یا دولت هایی که در اطراف افغانستان است، از این ناحیه تشویش دارن و جامعه جهانی در مجموع از این ناحیه تشویش داره. موضوع چهارم، موضوع سرمایه های منجمد شده افغانستان است در بانک های خارجی، موضوع برگرداندن از این، یکی از موضوع دیگه. و موضوع مهم دیگه، موضوع اوضاع اقتصادی فعلی افغانستان است و ای که اوضاع اقتصادی فعلی چطور است و به کدام طرف ای چیز داره، ادامه داره. در مورد خب بالاخره از یک جنبندی میکنیم که این وضع که ترسیم کردیم برای آینده افغانستان چی چیزی را بر ما نوید میده، چی چیزی را مورد انتقاد ماست و چی چیز سبب تشویش و نگرانی مردم افغانستان. ای را در این خلال صحبت ها گپ میزنیم. اگر به اجازه شما باشه من این نکات نظری میگم، بعد از هر سوالی که مطرح بود، هر موضوع یا انتقادی که مطرح بود را ترک کنیم تا در موردش صحبت کنیم. من می راپور آخرین راپور ملل متحده در مورد افغانستان خبر دارین، درست پیش در جلسه در یونایتد نیشن سیکوریتی کانسل، در شورای امنیت ملل متحد یک جلسه بود در مورد افغانستان. این جلسه ها هر 3 ماه بعد دایر میشه. یک جلسه بود در مورد خاص در مورد افغانستان دایر شده بود و برای امی جلسه یک راپور را نماینده ملل متحد در افغانستان تهیه کرده بود که این راپور اوضاع افغانستان از بعض نکات نظری که برای ملل متحد مهم است ارزیابی کرد. یکی از مسائلی را که در راپور خود مطرح کردن در این جلسه شورای امنیت این بود که یعنی به رویت ارقام و اعداد و شرایط و مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، نماینده های ملل متحد در افغانستان هستن، سازمان های امداد رسانی در افغانستان هستن، به کمک از او
تحلیل قسمی است که میگن 70% مردم افغانستان در به کمک بشری، به کمک هیومانیتیر یعنی ضرورت دارد. این یک رقمی بسیار بسیار بزرگ است. 70% مردم افغانستان به نحوی از آنها به یک کمک از امداد ضرورت دارند تا امرار معیشت. دو موضوع امی زلزله که در هرات صورت گرفت، چهار زلزله پی همه که در ماه اکتبر انجام شد، یعنی واقعی شد به قدرت 6.4 ریختر. این چهار زلزله در حدود 275,000 نفر متاثر ساخت به اساس این راپور ملمته، و از این به طور متاثر ساخت که کمک را که ملمته تخمین کرد برای آجل برای رفع معضلات این مردم بعد 173 میلیون دلار می است. و یک البته می فهمیم که بحران بسیار عظیمی را ایجاد کرد برای مردم منطقه و مردم هرات بخصوص. موضوع مهم دیگی را که در این راپور ملمتحد هم یادداشت شده، موضوع برخورد دولت پاکستان است بالای در مقابل افغانایی که در پاکستان زندگی میکرد، طوری که بوده پاکستانی ها نامگذاری به اصطلاح لیبل دادن یا او را به نام مهاجرین غیر قانونی نام گرفتن، و این تعداد از این به اندازه 1.3 میلیون نفر تخمین کرده در اداره ریفیوجی ملمته UNHCR 1.3 میلیون نفر افکتد شده، یعنی تأثیر کرده نظر به اساس می پالیسی دولت پاکستان، که از اون جمله به اساس تخمین های حساب های UNHCR به تعداد 350,000 نفر از طریق بنادر دوباره به افغانستان عودت کرده. 350,000 نفر، این یک کتله بسیار بزرگ انسانی است که هم برای مقامات طالبا یک معضله را ایجاد کرده، هم برای خود مردم میفهمیم که یا به غذا ضرورت دارن، به سرپناه ضرورت دارن، به جای ضرورت دارن، پس جا به جا شوند در مناطق اصلیشان یا جگه جایا، این معضله را ایجاد کرده. موضوع تروریسم هم در راپور ملمتحد مورد ارزیابی قرار گرفته، و او یادداشت میکنن که در ماه اکتبر در بغلان در یک مسجد حمله شد، چندین نفر در او کشته شد، و این حمله را در بغلان همی گروه خراسان داعش به عهده گرفت، و مانند از این ای حملات صورت میگیره، و بنابراین میبینیم که عملا در افغانستان خطر تروریسم در مقابل مردم وجود داره. ای که طالبان میگه که ما ای را از بین بردیم، خب حادث نشان میده که هنوز هم وجود داره. این حال موجودیت همچون حادثات به کشورهای همسایه هیچ اطمینان خاطر نمیده، چون ما شما میفهمین که طالبا خودشان از لحاظ ایدئولوژیکی عقیدتی باید تعداد گروه هایی را که جهان او را به نام تروریست گروه تروریستی معرفی میکنن رابطه داره، از جمله مثلا گروه طالبان پاکستانی، گروه ATIM ایست ترکستان اسلامیک موومنت که در ایالت شینکیانگ چین فعال است، و عملا دست اول از طرف CIA و بعضی دیگه سازمان های جاسوسی استخباراتی جهان غرب حمایت میشه، و هدف از او بی‌ثبات سازی ایالت سینکیانگ چین است، و ایالت سینکیانگ چین از افغانستان از طریق زمین در حدود 12 ساعت فاصله داره، موتر 10 ساعت، و از طریق تیاره فقط 1 ساعت فاصله داره. و هم بخصوص که ایالت سینکیانگ چین جایی است که می پروژه های بلت اند رود چین از اینجا آغاز میشه به طرف آسیای مرکزی، قزاقستان و قرغزستان و روسیه و غیره پیش می. و هدف سیاهی
اخلال این پروژه است. و یکی از دلایلی که امریکا با طالبا توافق نامی دوحه را امضا کرد امی بود که طالبا باید تعهدات را که طالبا کرده بود بود امریکایی همی بود که به سیاهی اجازه داده میشه که از افغانستان در اینجا موجود باشن تا می اوضاع سینکیانگ چین زیر نظر بگیرن. خب یعنی این خطر برای چینایی ها موجود است. ما هم میفهمیم که گروه دیگه اسلامگرا در منطقه فعال بودن که در تاجیکستان، در ازبکستان، گروه اسلامگرای ازبکستان، جنوب ازبکستان، یا همهشون در افغان با طالبان قبل از اینکه یا دولت بگیرن همکار بودن، دوست بودن یا رفیق یکی دیگه هستن، مجاهد هم دیگه هستن، از لحاظ عقیدتی با هم ارتباط دارن. بنابراین طالبان درست است که در ظاهر میگن که ما به کسی اجازه نمیدیم، اما عملا صفوف از یا نمیتونه از برادرای مجاهد خود چیز کنه، در مقابلشون قرار بگیره یا بر ضد از او اقدام کنه. ما عملا میبینیم طالبای پاکستانی فعلا از موقف طالبای افغانستان، از موقفشون در دولت است استفاده میکنن، از بالای دولت، بالای پاکستان حملات خود افزایش دادن. هر روز و هر هفته و هر ماه میبینیم که در یکی از جای پاکستان حملات صورت میگیره و تقاضای سیاسی که دارن طالبای پاکستانی ایست که بخصوص اخیرا دیدیم که ملا فضل الله یا افغانستان رفتن، مولوی فضل الرحمن، و میگن که امی مناطق قبایلی که ما به نام فتا در گذشته میگفتن یا فدرالی ادمنستریتد ایریاس که در حواشی سرحد افغانستان از ملکن گرفته و تا وزیرستان و تا خیبر و تا دیگه جایا، یا که قبلا به عنوان مناطق آزاد قبایلی یاد میشد و استقلالیت داشتن در امور داخلی خود، اما یکی دو سال پیش این دولت پاکستان زم ایالت خیبر پختونخوا ساخت، یا میخوان که اینمی تصمیم دولت پاکستان چیز شود، از عودت کنه دوباره امی مناطق به شکل مناطق آزاد قبالی برسمت شناخته شود و این طالبای پاکستانی حداقل در این مناطق حاکمیت خود ایجاد کنند و شریعت پیاده کنند. به این خاطر دولت پاکستان، مقامات نظامی و سیاسی پاکستان حال چیز هستن، دست به دامان طالبای دولت حاکمیت افغانستان هستن که امیرای حل برزید پیدا کنن، چون او قادر نیستن این حل. اگر من درست فهمیده با شما یک جنبندی تا اینجا صحبت های شما اگر بکنم، شما منظور تا نیست که طالبا بیشتر از اینکه حالا به دنبال مسائل اساسی حاکمیتی یا دولت که کارکردهای اساسی دولت است، اونا به دنبال تطبیق برنامه ایدئولوژیک خود هستن، یعنی او برشان اولویت داره تا مثلا حالا بخش حاکمیتی؟ آیا من درست برداشت کردیم از صحبت های شما؟ بله بله، طالبا هیچ وقت هیچ چیز دیگه برشان اهمیت نداشته به جز مسئله ایدئولوژیکی، هیچ وقت. خب اگر اجازه بفرمایید بریم بر جناب نظری عزیز، بعد در ادامه باز پس دوباره در خدمت شما هستیم. مطالبی که شما سرفصلایی را که بیان کردین پیشتر، باز او را اگر در بخش بعدی اگر موافق باشین بعدا ادامه بدین بقیه سرفصلا را. خب اجازه بدین که اگه ما امیراجی به اوضاع اقتصادی افغانستان صحبت کنیم باز برای اگر اگر با نظری ما دکان بس بریم باز کل چیزو میمونه. این حال من میخوایم خلاصه کنم که اوضاع اقتصادی افغانستان چطور است. اوضاع اقتصادی طوری است، آرسه کنین مردم افغانستان در شرایط قسمی که قبلا عرض کردم 70% در به کمک غذایی و کمک های بنمری ضرورت دارد. برای این مردم مهمترین موضوع چی است؟ موضوع امنیت جانی است و دیگه بهبود شرایط زندگی و یا مسائل
حقوق مدنی، حقوق سیاسی برای این مردم، برای 70% مردم افغانستان در درجه دوی اهمیت قرار دارد. چون یا برای ادامه حیات خود میرزمند، به خاطر ادامه حیات خود یا در چیز هستند، در تلاش هستند. اینان برای این مردم، برای روشن فکر، برای کسایی که دیاسپورای افغان، برای سیاسیون سابقه، برای کسایی که امید برای افغانستان مترقی در آینده دارن، افغانستانی که در حقوق بشر مراد شود، مسائل فرق میکنه با آنچه در داخل افغانستان مردم میبینه. مردم میره مقایسه میکنن با شرایطی که در زمان جمهوریت وجود داره. بیشتر شما راجع به سرک و پل و صحبت کردین و تونل و مسائل دیگه که در افغانستان ادامه داره. این مسائل فوق العاده بالای نظریات مردم تاثیر داره در افغانستان. تونل سالنگ شما گفتین، تونل سالنگ در 20 سال جمهوریت به حالت زار افتاده بود، هر قیریزی کرده بودن دوباره خراب شده بود. بالاخره یار طالبا گرفتن ایره به کانکریت انداختن، نیم متر کانکریت، و ای نه تنها خود تونل بلکه امی تمام گالری هایش. این فوق العاده برای مردمی که از اینجا عبور میکنن، میاین این دست دعال میکنن که این خلا کسی پیدا شد که غمی نمیره. خب این مسائل بالای افکار مردم تاثیر داره. یکی موضوع دیگه ای که طالبا اواید طالبا از کجا میاید؟ اواید طالبا یک مقدار خب بیره میفهمیم که تکس و جزیه و یا از تمام از تاجرا میگیرن، از بزنس ها میگیرن، از هر مرجعی که هست میگیرن، مردم میگیرن از هر دیگه. یک مطلب بسیار مردم توجه نمی کنه که موضوع تریاک، موضوع خشخاش، موضوع کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر بسیار مهم در این قبل. اواید طالبا از مدرک امی خشخاش و تولید تریاک و قاچاق ازی تمام عوایدی که در افغانستان، در عاید ملی افغانستان ایجاد شده، از این مدرک در حدود 1.4 میلیارد دلار در می سال گذشته، 1.4 میلیارد دلار. با وجود که مساحت زمین هایی که در او خشخاش کاشته شده بود، تریاک کاشته شده، حاصل شده بود، کم شده نظر به اقدامات طالبان، اما 1 کیلوگرم تریاک 89 دلار بود، فعلا 200 دلار. شما فکر کنین که عواید در مجموع اقتصاد افغانستان 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان از این مدرک اضافه شده. شما اینا فکر کنین اگه طالبا 20% تکس از این گرفته باشن، چقدر عواید دولت در اونجا از کجا به چی اندازه بوده؟ به این خاطر الاز اقتصادی سرکایی را که می سادن، مثلا در شهر کابل تمامی سرکایی را که این جنگ سالارا یا بسته کرده بودن یا باز کردن، سرکای حلقوی را در کابل ساخته می رن، سرکای دیگه فرعی را ساخته می رن و دیگه ولایت هم جریان داره، مخصوصا کانال بزرگ خوشتیپه. ای از چیزای کارهای بسیار بسیار بزرگ اساسی است که برای آینده مملکت ای مفاد داره. به این خاطر بالای افکار مردم این چیزا تاثیر داره در تصورشون. اما آمدیم سر موضوع حقوق مردم، حقوق اساسی مردم. ما افغانستان، ما دوباره بدبختانه می جدال ترقی و ارتجاع ادامه داره. ما اگر در 100 سال قبل دمی شرایط ارتجاع پیروز شد، امروز دوباره بازم ببینیم که ارتجاع پیروز شده و این ارتجاع تمام حقوق مدنی مردم تعطیل ساخت، در حالت تعطیل قرار داده. نه تنها دخترها و زنها که از حقوق اساسی خود محروم شدن، یک اپارتاید جنسیتی ایجاد شده در افغانستان و در پولیش مردم هم بسیار حقوق خود از دست دادن، در مجموع مردم حقوق سیاسی خود از دست دادن، حقوق سهمگیری خود در دولت از دست دادن، در فعلا در دولت تا حتی چوکی مدیر هم که امکان خالی میشه موجود بوده به ملا داشت. شما دو پار سال بیانی امیس کسی را که میگن چیز است محبت الله رئی چیز امیر المومنین است، شنیدین که او گفت که هر سهم ملاها را باید در دولت فوق العاده زیاد کنید تا جایی که امکان داره.
یعنی انحصار اداری دولت رفته به دست ملا. ای یعنی مردم حقوق سیاسی خواهدش دادن، قانون اساسی تمام قوانین داره تعطیل کرده. در مجموع مردم افغانستان حمایت قانونی را از حقوق خود از دست دادن. نظام در مجموع برای مردم نمیتونه سیستماتیک حمایت تأمین کنه. برای من در چند برنامه تلویزیونی که در شمشاد یا اشتراک کردم، چند نفر از این طالبایی که اونجا اشتراک میکرد مقامات در یاب برای من پیشنهاد کردن که تو چرا نمیایی در افغانستان، حالا خوضا خوب است، بیای اینجا کار. من گفتم برادر، من با کدام اعتماد بیایم به افغانستان؟ کدام قانون از من حمایت میکنه؟ کدام قانون وجود داره که از من حمایت کنه؟ مگر ای که از لطف تو بیایم که تو مرا بندی نکنی، تو مرا نزنی، تو مرا سیلی نزنی، تو مرا اگر لطف تو نباشه خب مرا هیچ قانون نمیتونه حمایت کنه. این می پروتکشن سیستماتیک سیستم یا نظام از حقوق مردم از بین رفته در افغانستان و هیچ عمل را هم ای از کجا ناشی میشه؟ ای از سوال قبلی شما ای بود که ای از ایدئولوژی طالب است. و نظام اسلامی اصلا نظام اسلامی در جهان وجود ندارن و نداشته، اصلا تیوری امی اصلا موجود نیست. یک نظام اسلامی چه قسم نظام باید باشه این موجود نیست. هر کس به زعم خود از شریعت چیزی داره، برداشت داره و امور عملی. به می خاطر یکی از کشورهای اسلامی در دنیا هم یاره به رسمیت نشناخته، چون طرز دید از یا با طرز دید جامعه متمدن امروز متفاوت است. و برای طالبای افغانستان و طالبای پاکستانی که یکی از شاخه های زمیاز ای امی موضوع اهمیت داره که اونمو برداشت طالبانی را از شریعت تطبیق کنند. تشکر سب کویستانی سب، ما یک سر تبصیلی کوتاه در مورد نظریات که براز شده از طرف محترم نظری بیان میکنم و ویسته که ما و ایشان تفاوت بسیار اساسی در برخورد با پدیده های اجتماعی داریم. به اساس منطق آقای نظری تمام حوادث اتفاقات تغییرات که در افغانستان در 130-140 سال گذشته واقع شده نظر به تأثیر عوامل خارجی بوده. به نظر ایشان مردم افغانستان در او دخالت نداشت. اما یک تناقض بزرگی که در نظر در این بیان آقای نظری وجود داره ایست که و میایند آره میگن که آره مردم افغانستان بگیرن، باید خودشون به پای خود استاد شون و تصمیم بگیرن برای آینده. این یک تناقض بزرگ وجود داره. چی واقع شد که بعد از 130-140 ساله که خارجی ها تصمیم گرفتن ما امروز مردم افغانستان بتونه خودشون تصمیم گیرن؟ خب اگر اون منطقه ما قبول کنیم که عوامل خارجی تاثیر اولی را و بزرگتر داشته و اساسی را و عمده را داشته، بنابراین در آنجا هم دوام میکنه. بنابراین مردم افغانستان چیزی تا حال واقعی نشده که ما نه دیاسپورای افغانستان متحد شده در خارج، نه افغانای داخل افغانستان متحد شدن بر روی کدام محور اهداف سیاسی که ما بتونیم تاثیر کنیم بالای اوضاع افغانستان. پس بنابراین چیزی را من نمی بینم با گوشت و پوست و با چشم و دید خود که او تغییر کرده باشه که ما مردم افغانستان دوباره تانسته باشه اگر اون منطقه قبول کنیم که آره ما دیگه خارجی ها رو بگیم دیگه شما نوبتان تمام شد، آره ما خود ما تصمیم میگیریم. این منطق ما را به جای نمیرسه، این منطق ما را به بیراهه میبره. این خودفریبی است. خودفریبی به این معنی است که ما عامل مردم افغانستان، عامل شرایط داخلی افغانستان نادیده میگیریم. شرایط داخلی افغانستان نادیده میگیریم. بیاین همین 20 سال گذشته را در نظر بگیریم. همین که چرا طالبان به قدرت رسیدن. این خواستان است که بگیم که امریکا در اساس توافقنامه دوحه طالبان را آورد به قدرت. این خواه هر کس میبینه در سایه. اما چطور تانستی کار کنم؟ چرا ما در 20 سال نتانستیم یک دولت ایجاد کنیم
که در او مردم افغانستان یک نظام باشه که او از خود دفاع کنه. بر از این که ما در 20 سال گذشته سیاسیون ما اهداف را مطرح کردن در مقابل خود که قابل رسیدن نبود. به طور مثال من نفهم چی نام بتم که برای کسی توهین آمیز نباشه، مثلا گروهی را که عبدالله از او نماندگی میکرد و کسای مانند پدرام یا کمراش بود، گروه شورای نظار گذشته اگر نامشه بگیریم، یا اهداف را در مقابل خود مطرح کردن که اهداف قابل دسترسی نبود و 20 سال بالای از تاثیر چیز کردن، پافشاری کردن. در این 20 سال گذشته تمام مردم افغانستان یا بین خود انداخت، بالای زبان پشتو مثلا یا پشتو ستیزی کردن، بالای تاریخ افغانستان تاختن، بالای نظام سیاسی افغانستان تاختن. شما ببینید که با گفتی آقای پدرام وقتی که قندوز سقوط کرد یک 4-5 سال 6 سال پیش، یک ویدیوش وجود داره در یوتیوب، هر کس میتونه ببینه. آقای پدرام واضح میگه ما باید در این مملکت هر چیز رو بشکنان، تمام سمبول های ملی رو بشکنان. سمبول های ملی چی است؟ نظام است، زبان مردم افغانستان است، تقسیم ملی زبان هاست، موضوع بیرق است، موضوع تاریخ افغانستان، موضوع شخصیت های ملی افغانستان است. این همه چه گفت باید بشکنانیم. و این شکستاندن از زمان آقای ربانی که به قدرت رسید در 1992 شروع شد. اردوی افغانستان یادم شکستان، دولت افغانستان شکستان. وقتی که اردو را مشکنانی از بین میبری، یک انستیتوشن است که تو میتونست ایره داشته باشی، بنف خود از استفاده کنی. اما یادم نیست تصمیم گرفت ایره از بین برزی که هدف شکستاندن بود، هدف از بین بردن نظام 300 ساله افغانستان. بنابراین ای 20 سال گذشته به جای ای که امی اگر مخالف سیاسی میگیم که در قدرت اساسی دولت هم در اختیار ریا بود، یا اهداف را در مقابل خود گذاشتن که ای اهداف قابل چیز نبود، دسترسی نبود، و ای سبب شد که بحران از بزرگ را در افغانستان ایجاد کنه. و ای بحران خالدی صاحب، حرف شما کاملا بسیار درست است. حرف شما میخوایم اینو بگویم که شرایط را ایجاد کرد، فکر کنید شرایط را ایجاد کرد که طالبا بتونن از او به نفع خود استفاده کنند. مثلا بله. متوجه هستم، یعنی خطاهایی که مثلا در یک نظام بر حال صورت میگیره زمین اساس بحران بعدی میشه. سوال ما این است که خب شما بحث بر سر از این بود که شرایط امروز شما هم نامطلوب توصیف کردن. بله بحرانایی که داریم نظری سوی هم نامطلوب توصیف کردن. حالا ما علت از این را میخواستیم بررسی کنیم که علت این شرایط فعلی، حالا ما گذشته از دونیم سال پیش قبلش کار نداریم چون اون نقش دیگه نداره از این به بعد. از این به بعد وقت ادامه پیدا میکنه، شما بیشتر بحثای اولویت بندی ایدئولوژیک طالبا را مطرح کردین، یکی از این مسئله، و دیگه آلر دلیل دیگه که شما ارائه میکنین بر ازی که از این به بعد چی خواهد شد. بله محترم، محترم کوستانی سه، محترم سه، اجازه بدین سوال شما سه طولانی شد. کوستانی سه، موضوع ایست که چی امکانات برای مردم افغانستان وجود داره که تغییر بیارن در این شرایط بعدی که موجود است؟ یعنی امکانات مردم چیست؟ امکانات دیاسپورای افغان چیست؟ امکانات سیاسیون افغان چیست که تأثیر کنه بالا افغانستان؟ اوضاعی را که سبب به وجود آمدن طالبان شد و کارهایی که طالبان میکنن، این فوق العاده در امیم تصمیم گیری های مردم تأثیر داره. ما امروز میبینیم چی واقع میشه در افغانستان. کارهایی که طالبان میکنن برای اکثریت بیسواد مردم افغانستان قابل درک است. ما خود بازی نتیم،
ما 4 نفر روشن فکر که در پشت تلویزیون هستیم، در کشور خارجی هستیم، یا ما قطاسیل بالای سیاست های دار. ما 7 سال میشه 5 سال میشه شورای جهانی افغانی خارج از کشور ساختیم، ما هیچ تاثیری در افغانستان کرده نتانستیم. در این شورا از سیاسیون افغان از شرق تا غرب اشتراک دارند، کریم سیاسیون افغانستان در او هستند، اشخاص محترمی وجود دارن، اما ما نتونستیم، ما حتی نتونستیم که یک پلتفرم ضد طالب ایجاد کنیم، یک پلتفرم ضد طالب نتونستیم ایجاد کنیم. حتی جلسات مختلفی که صورت گرفته، صدها جلسات گرفت، تا بال گروه مختلفی ایجاد شده در می دیاسپورای افغان که بر در مقابل طالب و در مقابل جامعه جهانی یک پلتفرم ایجاد شوه که یا صداشون شنیده شوه. اون ما هیچ کس موافق نشده نتونسته. برای اینکه ما این کار را که طالب میکنه این بسیار مهم است، این شما ساده نگیرین. تونل سالنگه که می سازه، کانال خوشتیپیره که می سازه، سرک کابل قنداره که کنکریت میکنه، سرک حلقوی کابله که جور میکنه، سرک دشت برچیره که جور میکنه. شما ببینید در امو پیشتر آقای نظری راجع به جنایات طالب ها صحبت کردن و شما سعی کنید کارهایی که در دشت برچی میکنن این بر مردم عادی دشت برچی بسیار مهم است. از گپای ما و شما و یا دیگاه کردن سرک امی چند روز پیش تخریب کردن چیزایی را که سیاف ساخته بود در اون منطقه و سرک ساختن، کنکریت کردن، جوچاش کشتن، بر مردم عادی، بر دستفروش های اونجا، بر این بسیار مهم است. از کمپانی تا اونجا سرک قیر کردن، از دارلمان تا به چیز تا به قصر که در برای قریزی کردن مناطق مختلف، یا اصلاح کردن میرن خرابی های کابل جور کردن میرن. این برای مردم عادی میبینن ما در شرایط لگژری نیستیم که ما حقوق اساسی مردم برای ما درجه اهمیت داشته باشه. برای مردم این نمی چیزهای عادی که زندگی روزمریشون خوب میسازه اهمیت داره. از این خاطر این مشکل چی ایجاد کرده این کارهای طالبا؟ و می خوب میفهمن چی میکنن. مشکل ایجاد کرده که از کار اساسی جنایت را که در قسمت حقوق بشر انجام میده طالبا مردم در نادیده بگیره، برای مردم عادی چیز باشه، درجه سوم اهمیت داشته باشه، برای سیاسیون افغان، برای دیاسپورای افغان. بله، این می نکته آخر که شما فرمودین که مثلا یعنی تحریف ذهن افکار عمومی به طرف مثلا مسائل بسیار ساده و پیش و پا افتاده و انحراف فکر اونو از مسائل اصلی که بحث حقوق است. حالا اگر اجازه بدید تاثیرش میگم، شما فکر کنید انفلاسیون وقتی که طالب اومدن 12% 18% تو در افغانستان، فعلا 3% است. یکی دیگه ای که نرخ دلار رو میبینید 100 افغانی شد یک دلار امریکایی، یا حتی به 120 افغانی بالا رفت، فعلا 69 افغانی است. اینمی دو چیز شاخص اوضاع اقتصادی است، یعنی شاخص بهبود اوضاع اقتصادی است. کارهای صورت گرفته آقای نظری. اگر اجازه بدین برای خالدی صاحب که ایشان در رابطه با مسئله اقتصادی استدلالشان را بیان کنن چند لحظه، بازی بخش دوم صحبت شما را ادامه بدیم. من نگفتم که مردم راضی هستند از طالبان، آقای نظری اشتباه نکنید. ما به مراتب بیشتر از شما از شرایط افغانستان فعلی موجوده ناراضی هستم. برای ما شرایط فعلی افغانستان یکی از بدترین رژیم هاییست که در تاریخ افغانستان وجود داشته، به خاطر که آینده مردم افغانستان ای به خطر مواجه میکنه، آینده جوانای مملکت نسلهای بعدی ما را ای به خطر مواجه میکنه. ولی من میخوایم توضیح کنم که ما چطور میتر اگر ما تغییر میخواییم وارد شوه، این تغییر با طریق مردم بیاید. و این تغییر چرا از طریق فعلا کوشش های ما بیفایده است؟ کوشش های دیاسپورای افغان، سیاسیون افغانستان، برای اینکه در داخل افغانستان شرایط برش مساعد نیست. در داخل افغانستان کارهایی را که طالب بینمی کارهایی را که میگن، پل میسازن، پلچک میسازن، چیز کانال خوشتیپره میسازن یا دیگر، یا قیمت ها پایین شده، یا سبب میشه که مردم عادی زندگی روزمره خودشون بهتر شود. اینمی برشون اهمیت داره.
برای یک دست فروش، برای یک دکاندار، برای یک مردم عادی، این همی مسائل اهمیت داره. از این خاطر این شرایط را که طالبا با بسیار هوشیارانه به این کار پیش میرن، جنون پیش میرن، یعنی واقعا یا کوشش خود می راه انداختن، چون دیگه چیزی برای مردم فراهم کردن نمیتونن یا قانون فراهم بله کردن نمیتونن. خالدی صاحب بسیار بسیار موضوع خوبه. اجازه بدین دکتر صاحب خالدی شما هم بفرمایید، بس در این مورد هم جنبندی کنین هم امو رای حلی که شما در نظرتون میرسه که ما از این بحران خلاص شویم، اونا رو هم برای بینندگان محترم بله فقط برای معلومات نظری سیبیرم بگم که فابریکه سمنت غوری دوباره افتتاح شده، نساجی پل خمری دوباره افتتاح شده، نساجی گلبار دوباره افتتاح شده، دستگاه های میوه پاکی فعال شده، فابریکی نمک سابق در پاکستان از طرف افغان ها سرمایه‌گذاری شده بود انتقال داده شده به افغانستان، فعلا در غزنی و در جلال آباد نمک پروسس میکنه به سطح بین المللی، فعلا در داخل افغانستان این سرمایه‌گذاری صورت گرفته، شفاخانه ها را پروژه های دیگه مردم سرمایه‌گذاری میکنن، چون زمینی عاید ایجاد شده، مردم یک سرمایه‌گذاری میکنن از سرمایه خود عاید به وجود میارن، این امکانات فراهم شده. این یا فکر کنید خود فریب نتیم لطفا، ما خود بسیار طولانی فریب دادیم، این همی فریب ما، خود فریبی ما سبب شد که ما راه خود گم کنیم در 20 سال گذشته. اگر ما این ادامه بدیم آقای نظری به هیچ جای نمیرسیم. ما باید این همی واقعیت ها را ببینیم، باید از ببینیم ما چی کنم میتونیم. این رژیم رژیم اختناق است، رژیم از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوق مدنی مردم، از لحاظ حقوق بشری یک رژیم اختناق است که با رژیم و ای بدتر در تاریخ افغانستان همچو رژیم اختناق وجود نداشته که برای آینده افغانستان خطرناک است، بلکه که در آینده بر افغانستان وجود نمی داشته باشه. بعد از 20 سال شما وقتی زنای افغانستان تحصیل نکنه، تعلیم نکنه، اولادی که ایجاد میشه و یا تحصیل نکنن، 50% نفوذ افغانستان بی سواد باشه، برای ما به جای نمی رسیم. این خو واضح است. در این قسمت ما باید این واقعیت قبول کنیم که ما هم ندرستیم، ولی سر از این که ما چی تاثیر میکنیم، چی گونه تاثیر میکنیم، باید واقع بین باشیم. ما با تخیلات خود، با ایدئولوژی خود زندگی نکنیم. ایدئولوژی که این طالب قسم که آقای نظری بیان میکنه، تمام چیزایی رو بیان میکنن ایدئولوژیک است. ما این در نظر نگیریم، ما باید واقعیت های جغرافیایی رو در نظر بگیریم و بعد بگیم که ما چی کرده میتونیم، مردم افغانستان چی کرده میتونن، سیاسیون افغانستان چی کرده میتونن، امی دیاسپورا افغان چی تاثیر میکنه. ما فعلا در شرایط فعلی افغانستان هیچ روزنی امیدی برای می کار نمیبینم. یگانه روزنی امیدی ایست که اگر ما طوری که میبینیم از لحاظ کشورهای منطقه، از لحاظ جامعه بین المللی، ملل متحد، اگر بالای طالبا اینقدر فشار بیایه، از لحاظ ای که چند روز پیش سفیر چین در کابل رفت وظیفه خود اشغال کرد، آسته آسته این کشورها امو چیزشان در مورد افغانستان سست میشه، اما تصمیم گذشتهشان که این رژیم با او چیز کنند، به اصطلاح قسمی که هست قبول کنند و زندگی کنند. از این خاطر ما اگر جامعه جهانی همه قدر بتانه تأثیر بیاره که طالبا با تبلیغات خود قبول داشته باشن. تبلیغات طالبا چی میگن؟ میگن که ما اکثری مردم اکثریت مردم افغانستان از ما حمایت میکنن. خب در این قسمت ما باید طالب قائم بگیریم که اوکی، وقتی که تو میگی که اکثریت مردم افغانستان که حمایت کرده و تو به خاطر اونمو حمایت آمدی دولت گرفتی، پس از مردم نترس، از مردم پس نترس، مردم خیلی اجازه بده که در این دولت سهم بگیره. از شما خب طالب پشتون است میگین و میگین که امی چی است، سیاست های یا سیاست های قومی است. خب دمی قائمش بگی، بگو که برادر تو که خیلی پشتون هستی، سیاست های پشت چیز داری، قومی پشتون داری، پس تمام اصول پشتونوالی تطبیق کن.
چرا اصول پشتنی رو تحقیق نمی کنی؟ چرا جرگه را لوی جرگه را علنی مردم افغانستان ایجاد نمی کنی که دو تمام اقوام افغانستان سر تا سر بیاین راجع به آینده افغانستان تصمیم بگیرن؟ یعنی سر چیزهایی باید تاثیر کنیم، سر چیزهایی باید صحبت کنیم، با مردم تفهیم کنیم، با طالبا تفهیم کنیم که عملی است. فعلا نیمی از می دولت طالبا نیمی چی که ما هر چی که از غیر از ملا حبت الله را که نمیگم چهار تا وزیر که به اون نزدیک هستن، هر کس دیگه شون صحبت میکنن یا معتقد هستن که تعلیم و تربیه فرض است بالای تمام مردم افغانستان، بالای زن و مرد. پس میبینیم که یک اختلاف بزرگ نظری در بین خودشان وجود داره. ما چرا بالای ازی تاثیر نکنیم؟ و از طرف دیگه ما بالای روشن فکر پشتون فکر کنیم. یگانه کسی که میتونه بالای طالبان تاثیر وارد کنه روشن فکر پشتون است. روشن فکر پشتون فعلا از امی با 20 سال گذشته که پشتون ستیزی موجود بود، خراسان طلبی موجود بود، افغانستان ستیزی موجود بود، افغان ستیزی موجود بودن، از این طالب حمایت میکنه. اکثریت امو پشتون مترقی بگویم یا پیش روشن فکر بگویم متاسفانه از این حمایت میکنه، برای که او امو شرایط را که تحقیر شده بودند در 20 سال گذشته، تاریخشان تحقیر شده بود، زبانشان تحقیر شده بود، شاعرهاشان تحقیر شده بود، رهبرهای سیاسیشان تحقیر شده بود، یاد بین بردن. بزرگترین دستاورد طالب فراری دادن اینمی چارکلای بود که امی کارا را انجام داده بودن، امی چیز فرهنگی را که هجوم فرهنگی را که بالای زده پشتون در افغانستان وجود داشت. بنابراین ما چطور میتونیم امی روشن فکر پشتون قانع بسازیم که در بین طالبان نفوذ کنند، در بین امو گروپ طالبان که خالف هیبت الله هستند و سیاست های افراطی هستند تاثیر کنند و از داخل طالبان یک نهضت ایجاد شود. این نهضت ایجاد شود که به حد اقل به طرف یک روشنایی پیش بریم. یعنی کوشش ما باتی باشه که ما تشویق کنیم روشن فکر پشتون، نه اینکه ادامه بدیم به انتاگونیست ساختن روشن فکر پشتون. ما باید استاپ کنیم دیگه، بس از پشتون ستیزی، بس از قوم ستیزی. ما وقت است که یور دیگه امی تضاد قومی را دیگه دامن نزنیم. ما همی از جنساید صحبت بگیم، کدام جنساید فعلا در افغانستان جریان داره؟ ایره خو مردمی که در کابل است، مردمی که در افغانستان با کشت و پوست خود میبینه که وجود نداره دیگه. ما ایره وقتی که میسازیم به دانشان میتیم، ای خو تو بازم با مو رفت منامیته که ما ناموختیم. ما هنوزم با مو سیاست ها خود آمد. این حرف هم نیم خیلی بشنم شما. ما مخصوصا گفتم بزرگترین قوم، نگفتم اکثریت، برای که پشتون ها 42% نفوس افغانستان هستند، نه اکثریت نفوس افغانستان، اما بزرگترین قوم هستند. من مخصوصا نگه پذارم امی کتاب که پیش آقای این پیش آقای نظریت، ما یک احصایه امیر ما یک جدول است. لطفا امیر ببین راجع به نفوس افغانستان و ترکیب قومی نفوس دو ابدا متخصص جهان در این مورد نظر داده، نامش هم است، اسم کتابش هم است. امیر زحمت میتون ببین